فن به. برخی از احزاب سیاسی خواهان تغییرات جدید در کمیسیون‌های انتخاباتی هستند. جریان‌های سیاسی مخالف حکومت، شورای حراست و ثبات، جبهه ملی نوین افغانستان، محور مردم افغانستان و ائتلاف نجات افغانستان موقف مشترکشان را در رابطه به انتخابات آینده اعلام کردند. شورای توافق احزاب و جریان‌های سیاسی میگویند که در موجودیت مسئولان کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی برگزاری انتخابات شفاف ناممکن است و به همین دلیل خواهان عزل کمیشنران کنونی هستند و میگویند به عوض آنان باید افراد جدید در تفاهم با جریان‌های سیاسی گماشته شود. اعضای شورای توافق این احزاب و جریان‌های سیاسی میگویند که مداخله ارگ، موجودیت فساد اداری و نبود تعهد از جمله مشکلات در برابر انتخابات است که استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را جدا زیر سوال برده است. به باور اعضای این شورا، موجودیت این موارد در برابر انتخابات نگرانی‌های آنان را از عدم شفافیت در انتخابات آینده را افزایش داده است. پتیر یو کال کی ترلاسهتلر اعتماد او باور ترلاسه نشو، د ټاکنو لپاره روند میکانیزم جوړ نشو، د افغانستان د خلکو بے باوري زیاته شو، د حکومت لټی تمبلی او د قانون نسرغړونه یوې خواته، د انتخاباتو د کمیسیون نجمنتیا، د ارګ نه په مستقیم ډول د دستور خستل او د افغانستان د سیاسینو او د افغانستان د ملت غوښتنه په نظر کې ننیول، بل خواته حالات دې ته راوستل چې سیاسي جریانونو پریکړه وکړه او د ټولو شوراګانو او دوستانو په شمول چې من د انتخاباتو د کمیسیون او راتلونکو د انتخاباتو لپاره یو ورون دریز ولرو. کمیشنران و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی در اسرع وقت عزل و بجای آنها حکومت در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح سیاسی اعضای واجد شرایط دیگری را معرفی و تعیین نمایند. در حالی که کمیسیون مستقل انتخابات برای اتخاذ تدابیر ابتدایی برگزاری انتخابات یک قرارداد خریداری را با یکی از شرکت‌های خارجی امضا کرده است، احزاب و جریان‌های سیاسی خواهان متوقف شدن این گونه خریداری‌ها و قراردادها قبل از رسیدن به یک تفاهم ملی هستند. به باور آنان هر گونه مکانیزم انتخابات که با آنان شریک ساخته نشده باشد برای آنان قابل قبول نیست. در چنین وضع نابسامان و موجودیت شرایط بی‌اعتمادی و بی‌باوری کمیسیون‌های انتخاباتی از همین اکنون تقاضا داریم و جداً می‌خواهیم از همین اکنون روند تعیین و تقرر کارمندان جدید، خریداری وسایل و تجهیزات انتخاباتی و بستن قراردادها با شرکت‌های داوطلب به برقی‌سازی پروسه انتخابات تا رسیدن به یک تفاهم ملی و اعمال اصلاحات بنیادین که فراهم کننده همه طرف‌ها باشد متوقف گردد. هاغ نتایج او هاغ انتخابات چه من پک شریک نو، ټول مکانیزم د سیاسي ګوندونو په مشارکت نه وی جوړ شوی، یو طرفه ټاکنی، یو طرفه کمیسیون او یو طرفه انتخابات نه منو. دا زمون هوډ دی، دا زمون اراده ده او دې هوډ او اراده ته رسیدو لپاره به خپل ټول مدني حقوق استعمالو. از سوی دیگر ارگ ریاست جمهوری میگوید که به برگزاری انتخابات شفاف آینده متحد است و اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی نیز بر اساس یک پروسه شفاف و قانونی تعیین شدند. اعضای محترم کمیسیون انتخابات و کمیسیون شکلات بر اساس قانون و در مطابقت به یک مکانیزم مشخص برگزیده شده و به کار خود ادامه می‌دهد. شخصیت‌ها و جریان‌هایی که نسبت به کار کمیسیون انتخابات انتقاد و اعتراض دارند، ما انتظار داریم که اونا هم دیدگاه‌های اصلاحی خود با کمیسیون انتخابات شریک کنند تا ما بتوانیم با همکاری هم این پروسه را به شکل سالم و شفافش مدیریت کنیم. این احزاب و جریان‌های سیاسی در حال موقفشان را در رابطه به انتخابات آینده اعلام می‌کنند که پیش از این طرح اصلاحاتی را نیز آماده کردند و از حکومت خواستند تا با در نظر داشته این طرح به سوی انتخابات آینده گام بردارد. وزیر دفاع آمریکا میگوید که دهلیز اقتصادی پاکستان، چین یا پروژه یک راه یک کمربند از مناطق متنازع عبور می‌کند.
جیمز ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده مخالفت واشنگتن را با ایجاد دهلیز بزرگ اقتصادی میان چین و پاکستان و یا یک راه و یک کمربند اعلام کرد. ماتیس که در کمیته خدمات نظامی مشان جرگی آمریکا در رابطه با وضعیت افغانستان و استراتژی جدید معلومات میداد، به نگرانی ها و سوال های سناتوران آمریکایی در رابطه با این پروژه نیز پاسخ داد. سناتوران آمریکایی ابراز نگرانی می کنند که چین از طریق پروژه یک راه و یک کمربند می تواند منافع آمریکا را در منطقه تهدید کند و به منابع دسترسی یابد که در منطقه وجود دارد. ما همه می دانیم که پروژه یک راه و یک کمربند کنترل چین را بر مناطق تضمین می کند که در آن مناطق منافع آمریکا نهفته است و این مسئله نشان می دهد که چین در کنار مسائل دیگر می خواهد تا منابع طبیعی این مناطق را نیز از آن خود سازد. وزیر دفاع آمریکا نیز میگوید که پروژه یک راه و یک کمربند از ساحات متنازع عبور میکند و به همین دلیل حکومت آمریکا از آغاز با ایجاد این دهلیز مخالف بود. در رابطه با پروژه یک راه و یک کمربند باید بگویم که بر اساس نظام ایجاد شده در سطح جهان کمربندها و جاده های مختلف وجود دارد و هیچ کس نمیتواند پروژه یک کمربند و یک راه را بر دیگران دکته کند. پروژه یک کمربند و یک راه از مناطق قابل متنازع نیز عبور می کند و فکر می کنم که این خود این گونه دکته ها را نشان می دهد. در رابطه با پروژه یک راه و یک کمربند چین گفته می شود که در منطقه هند و آمریکا بیشتر با آن مخالف است و ایالات متحده نمی خواهد که تا 10 سال دیگر که سالهای عروج اقتصادی چین شمرده می شود بیجینگ به این موفقیت دست یابد. با باور آگاهان سیاسی افغانستان و منطقه به این دلیل قربانی ادامه جنگ ایالات متحده و توریسم است که واشنگتن می خواهد با استفاده از این منطقه جلو پیشرفت اقتصادی چین و این پروژه را بگیرد. یک شنبه قمندان امنی قندهار می گوید که رهبر طالبان به جنگجویانش دستور داده است تا با داعش نجنگند. در حالی که هر روز از درگیری میان جنگجویان داعش و طالبان مسلح در بخش‌های مختلف کشور گزارش داده می‌شود، به تازگی گزارش‌های نشر شده است که طالبان دیگر نمی‌خواهند با این گروه بجنگند. این موضوع را قمندان امنی قندهار که یکی از چهره‌های با نفوذ و مؤثر حوزه جنوب غرب به شمار می‌رود، مطرح کرده است و ادعا می‌کند که رهبر طالبان مسلح به همین دلیل به افغانستان آمده بود. جنرال عبدالرازق میگوید که 12 روز پیش مولوی هبت الله آخونزاده از راه گردی جنگل بلوچستان به بهرامچه هلمند و از آنجا به ولسوالی مساقله آمده بود و 2 روز را در آنجا سپری کرده است. رازق میگوید که رهبر طالبان به تمام جنگجویانش دستور داده است تا از مخالفتشان با داعش دست بردارند و به جنگ بر ضد نیروهای افغان و نیروهای خارجی شدت بدهند. یو داوود چې څر کبوټو رسی چې اوس په دې باندې وايي عملیاتونه زیات شوي دي د یعقوب چرکی تکتیکونه د چرکی جنګو تکتیک بدل کړي او ټول زور په دې باندې ووځم د دې نو سپورتیو چې زموږ د داعش یا زموږ هغه نور ګروپونه چې القاعده دي زموږ د هغو هدف یو دی نو موږ باید چې بیا په خپل مامنځ کې د داعش سره مخالفت او مشکل جوړ نه کړو. جنرال رازق میگوید که انگیزه این کار رهبر طالبان افزایش حملات نیروهای افغان بر طالبان مسلح است که در این اواخر پی هم سرکوب میشوند. وی میگوید که در این نشست سران طالبان از اعضای گروه داعش کسی حضور نداشت و میافزاید که این گروه در صدد اتحاد با داعش و گروههای دیگر است. داعش در دلیل چوک میکنه نو خوزدی سکول مسلمان ته دا داو چې نور دغه مشکلات د داعش سره جوړ نه کی په کې په ځای کې دې سره په ساوی دل یا په یو د بل ممانعت کوي په جلال آباد په ځینې سیمو کې نو ست دا د دې دیوالي یا د دې کم سپورټ کوي چې دا د روسي په پنه جدي در شاو لاړ هغه غواړي چې د دې د پاره چې د نوی سرچینې د امریکا د دولت یا د افغانستان د دولت د زمیانو په مقابل کې دی یو قوت منظم قوت جوړ کړي چې هغه سره پر یو ځای ځي. این در حالی است که طالبان مثلا نیز پذیرفتند که رهبر این گروه گاه گاهی به ولایات مختلف کشور به خاطر ملاقات با جنگجویانش سفر می کند. اما این ادعای قمندان امنی قندهار را رد می کنند که طالبان دیگر با گروه داعش نمی جنگند. دوشنبه
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین میگوید که مسئول اصلی ظهور و تقویت گروه داعش در افغانستان امریکا است. تقویت گروه داعش در نقاط مختلف افغانستان و اکمال این گروه از طریق زمین و هوا سوالهای زیادی را برانگیخته است و سبب نگرانی های جدی در افغانستان و کشورهای منطقه شده است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان که این مسئله را از نزدیک زیر نظر دارد، از آمریکا می‌خواهد که سوالهای موجود در این بخش را پاسخ بگوید. حامد کرزی در مصاحبه با تلویزیون ریش تودی گفته است که در صورت موجودیت اردو و استخبارات آمریکا در افغانستان، گروه داعش چگونه در چند سال اخیر در افغانستان ظهور کرد و تقویت شد. کرزی میگوید که شواهد دقیقی وجود دارد که نشان میدهد گروه داعش از سوی آمریکایی ها اکمال می شود. And now for the past 3-4 years you have Daesh or the ISIS, the Islamic State. پس از القاعده و طالبان، اکنون در 3 یا 4 سال اخیر گروه داعش در افغانستان سربلند کرده است. این گروه چگونه در افغانستان راه پیدا کرد و این کار را چه کسی انجام داد؟ در حالی که اردو و استخبارات امریکا در افغانستان حضور دارند. ما حق مطرح نمودن این سوال را داریم و امریکا باید به آن پاسخ بگوید. من در رابطه به این موضوع معلومات کافی دارم. تعداد زیادی از مردم نزد من می آیند و می گویند که گروه داعش از طریق هوا اکمال می شود. این هلیکوپترهای بدون نشان و غیر نظامی است که در یک منطقه نه بلکه در مناطق مختلف دیده شدند و مسئله ای است که همروزه تکرار می شود. و در رابطه به این موضوع مردم و منابع حکومتی اطلاعات می دهند. رئیس جمهور پیشین نگرانی های روسیه و کشورهای دیگر را در این بخش بجا می خواند و از آمریکا می خواهد که شک و تردید و نگرانی های این کشورها را جدی بگیرد. به گفته وی، روسیه در ابتدا همکاری همه جانبه با آمریکا داشت، اما بعداً بر کارکردهای آمریکا در افغانستان شک و تردید پیدا کرد که پس از آن آمریکا مسکو را به حمایت از طالبان متهم کرد. The Russians began to suspect things in Afghanistan. روس‌ها و ما زمان شک و تردید پیدا کردیم که تروریسم پایان نیافت بلکه افزایش یافت. خشونت‌ها به پایان نرسید بلکه گسترش پیدا کرد. و در کنار این همه گروه داعش نیز سر بلند کرد. اینها سوال‌هایی است که نزد ما و نزد روسیه مطرح شده است. این گروه را چه کسی آورد و این کار را چه کسی انجام می‌دهد؟ اما آمریکا در پاسخ به این نگرانی‌ها روسیه را به حمایت از طالبان متهم می‌کند. اما آمریکا و متحدانش باید به سوال‌های اصلی پاسخ بگویند. کرزی میگوید که افغانستان برای رسیدن به صلح پیشرفت زیادی کرده بود و در این راستا تمامی کشورها همکاری را نیز آغاز کرده بودند، اما اکنون همه چیز تغییر کرده است و مسئول این همه خارجی ها است. حامد کرزی میگوید که آمریکا و ناتو از طریق جنگ و بمبارد امنیت را در افغانستان تامین کرده نمیتونند و به عوض جنگ باید بر صلح کار کنند. We don't want our country to be bombed with huge ما نمیخواهیم که بمهای بزرگ بر کشور ما پرتاب شود و در خاک ما از سلاح‌های با خسارات گسترده استفاده شود. ما صلح می‌خواهیم و آمریکا نیز به همین دلیل به افغانستان آمده است تا صلح و ثبات را تامین کند. آنچه که کشور ما امروز ندارد. سوال ما نیز همین است که چرا؟ بر این مسئله باید بحث جدی صورت گیرد. در افغانستان دیگر باید خشونت وجود نداشته باشد. ادامه حملات هوایی، کشتار افغانها، غارت، زندانی نبودن و پخش ترس و هراس دیگر سودی ندارد. رئیس جمهور پیشین در این مصاحبه بار دیگر با استراتژی جدید آمریکا مخالفت نشان داد و گفت که این استراتژی پیام صلح را به افغانستان و منطقه ندارد. سه‌شنبه امریکا پس از 16 سال هنوز هم هر ماه 751 بمب را بر افغانستان پرتاب می کند. از جنگ آمریکا با توریسم در افغانستان 16 سال سپری می شود. اما هنوز هم در هر ماه 751 بمب بر قریه ها و قصبه های افغانستان پرتاب می شود که روزانه به 25 بمب می رسد. بر اساس معلومات قماندانی مرکزی نیروهای هوایی آمریکا، طیاره های آمریکایی در ماه سپتامبر گذشته 751 بمب را بر افغانستان پرتاب کرده است که این ارقام از سال 2010 به این سو بلندترین رقم پرتاب بمب ها در یک ماه را نشان می دهد. پیش از این طیاره های آمریکایی در ماه اگست سال 2012 589 بمب بر افغانستان را پرتاب کرده بودند.
میتونیم این افزایش حملات هوایی را به استراتژی رئیس جمهور مرتبط بدانیم، زیرا بر اساس این استراتژی بر ضد گروه‌های افراطی که در افغانستان امنیت و ثبات مردم را تهدید می‌کنند باید حملات زیادی صورت گیرد. علاوه بر این، در کنار افزایش 6 طیاره F-16 دیگر در میدان هوایی بگرام که برای ماموریت افغانستان اختصاص یافته است، طیاره‌های B-52 نیز این طیاره‌ها را همراهی می‌کند که برای سرکوبی گروه‌های جنگجو ظرفیت هوایی اضافی ایجاد می‌کند. اما برعکس، حملات بر داعش در عراق و سوریه که در ماه آگوست تعداد آن بیشتر از 5000 بود، به 3500 کاهش یافته است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، هفته گذشته به کمیته خدمات نظامی صنایع این کشور گفت که استراتژی جدید قصر سفید بر منطقوی بودن، تنظیم دوباره، تقویت آشتی و حمایت و دوام متمرکز است. ماتیس میگوید که قصر سفید به وی دست باز داده است، اما بر اصول جنگ در افغانستان تجدید نظر کند. محدودیت هایی که بر حملات هوایی در سال 2012 وضع شده بود به ما اجازه استفاده درست از نیروی هوایی را نمی داد. اما اکنون این محدودیت ها وجود ندارد. در صورتی که جنگجویان مسلح در محل گرد همایی باشند یا در مراکز آموزشی، ما می دانیم که آنان دشمنان ما هستند و می خواهند تا به نیروهای افغان و نیروهای ما خطر را متوجه سازند. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، در 6 ماه نخست سال 2017 تلفات افغان‌های ملکی نسبت به همین مدت سال گذشته 43% بلند رفته است. بخش بزرگی این تلفات در ولایت هرات، لوگر و ننگرهار صورت گرفته است. سلویش کاله پر دی وطن بمونه ورده چه پر طول نړی کی دس اصله د تولید پاپریکا و که توپکی جوڑه ودی، که بمونه جوڑه ودی، که تیاری جوڑه ودی. زی فکر نکوم چه داسی پاپریکا دی ما تا چوک راوشی پا شرک و غرکی چه دا آغوی تولید سوی وصله دی پر افغانستان نی استعمال سوی. که توپ و ترانگ و تیاره دا هر لاره وی او پا دی که ای معقولیت او منطق وی نوست بید افغانستان دا نری پا کامیابترین و ملکونه که وی. بیشتر از 750 حمله هوایی ایالات متحده در یک ماه در افغانستان در حالی است که جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، پیش از این گفته بودند که پس از اعلام استراتژی جدید ترامپ، حملات هوایی آنان افزایش خواهد یافت. چهارشنبه، کمیسیون مستقل انتخابات اتهام‌های وارد شده بر خود را که از سوی جریان‌های سیاسی بر آن وارد شده است را پروپاگاند می‌خواند و تأکید می‌کند و این اتهام‌ها تسلیم نخواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات این نشست را به هدف رفع اتهاماتی که بر آن وارد شده است برگزار نموده بود. کمیسیون مستقل انتخابات در اوج از انتقادها و اتهام‌های جریان‌های سیاسی به سر می‌برد که گویا این کمیسیون در تبانی با حکومت در تلاش است تا از راه غیرقانونی انتخابات پارلمانی آینده را به نفع حکومت مهندسی کند. اما این کمیسیون اتهامات وارد شده به شمول استعفای کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات را از سوی شورای توافق احزاب و جریان‌های سیاسی ناشی از مخالفت آنان با حکومت می‌دانند. رئیس این کمیسیون تاکید می‌کند که اتهامات مهندسی شده بر انتخابات، عدم استقلالیت کمیسیون در تصامیمش و استعفای کمیشنران که مطرح بحث است، از پروپاگاند بیش نیست و این کار می‌تواند مردم را بر روند انتخابات بی‌باور کند. مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات از ایستادگی در برابر ادعاهای موجود حرف میگویند و از جریان‌های سیاسی می‌خواهد تا برای اثبات ادعاهای مطرح شده اسناد و شواهد را به این کمیسیون شریک کنند تا هر گونه توطئه در روند انتخابات فاش شود. تاکنو د خپلواک کمیسیون په آدرس د ځینو جریانونو ورستۍ سرګندونه یوازې او یوازې عامه ذهنیت ماشوشون کی پروپاګاندا او پروپاګاندا بولی او چې او دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به هیڅ کله پر وړاندې تسلیم نشي. دا چې څوک په منکی وجود ولري چې غنه د مخکې نه سپینه استعفا اخیستل شوی، دغه سرګندونې او ادعاوې څوک کوي
دمنګه خواهش دا چې هغه اسناد کچې ته پلاس کې لري د رسنوي سره شریکی د نورو نهادونو سره شریکی ترڅو دغه توتیه افشا سي. کمیسیون مستقل انتخابات بعد جریان های سیاسی و عذاب که بالای کمیسیون انتقاد دارن هشدار میدهد که کمیسیون مستقل انتخابات با استقلالیت کامل به هیچ کس اجازه نخواهد داد که روند انتخابات را مختل کند. همزمان با این کمیسیون از جریان های سیاسی و حکومت میخواهد که بگذارن انتخابات آینده به دور از جنجال های سیاسی برگزار شود، زیرا به باور این کمیسیون برخی جریان های سیاسی بیم دارند که هوادارانشان در پارلمان بعدی برنده نخواهد شد. بنابراین تلاش میکنند که با مداخله در امور این کمیسیون روند انتخابات آینده را برهم بزنند. ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل همیشنی هوډ او اراده یو ځل بیا اعلانوي چې د حکومت، پارلمان، سیاسي جریانونو او نورو حقیقي یا حکمی یا اشخاصو په ګډون به په ټاکنو کې هیڅ چاته په هیڅ صورت هیڅ ډول مداخله اجازه ورنه کړي او خپلې چارې به د نافذه قوانینو په رڼا کې په بشپړ استقلالیت سره ترسره کوي. او د احزاب څخه لکه رئیس صاحب چې اشاره ورته وکړه، د هغوی نه هم خواهش دا ده چې دغه ملي پروسه په هغو مشکلاتو کې دولت سره لري په هغه کې دخیله نه کړي، پرېږدي دا پروسه په خپل شفافیت سره مخ په وړاندې ولاړ شي تر څو افغانستان خلک هغه څوک چاته رایه ورکړي چې هغه رښتیا هم د دوی نمایندګي په مختلفو شوراګانو کې کولی شي. اما سوی دیگر کمیشنران این کمیسیون اختلاف و مشکلات موجود در داخل این کمیسیون را رد نمی کنند و می گویند در پیوند به انتخابات بر اساس یک توافق کلی به پیش خواهند رفت. کمیشنران می گویند کار ارزیابی مراکز رایدهی در حد 60% تکمیل شده است و نتایج این ارزیابی به زودی شریک ساخته خواهد شد. مشکلاتی داشتیم واقعیت کلی کمیشنر سایبا هستند و خوب است در برابر ملت افغانستان و در برابر مردم افغانستان بعضی مشکلات که ما داریم اعتراف بکنیم که هست، این در هر اداره هست به صورت طبیعی، اما تعهد همی شده که به صورت هماهنگ و به صورت متحدانه تصمیم گرفته میشه و به اجرا گذاشته خواهد شد. در حال بحث مهندسی انتخابات از سوی حکومت و عدم استقلالیت این کمیسیون در تصامیمش از سوی این کمیسیون رد می شود که نهادهای ناظر انتخابات از برگزاری انتخابات در زمان تعیین شده آن نگران هستند و بارها گفتند که کمیسیون موجود زیر سایه حکومت عمل می کند. ولسی جرگ پرداخت مالیه 10% مخابراتی را با اکثریت آرا رد کرد. در حالی که بر عدم موجودیت شفافیت در جمع‌آوری 10% مالیات از کردیت کارت‌های مخابراتی انتقادها زیاد بود، اعضای ولسی جرگ این طرح را بار دیگر در آژاندای روز چهارشنبه شامل کردند. کمیسیون مخابرات و مواصلات ولسی جرگ می‌گویند که در حال حاضر 18 تا 20 میلیون سیم کارت رجیستر شده وجود دارد که سالانه باید 7.3 میلیارد افغانی جمع‌آوری شود، اما در دو سال گذشته تنها 7.9 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده است که 7 میلیارد افغانی میانه اداره‌های دولتی و شرکت‌های مخابراتی ناپدید شده. باید سالانه 7.3 میلیارد افغانی و طی دو سال 14.6 میلیارد افغانی به حساب عواید دولت واریز گردد، اما متاسفانه طی دو سال گذشته تنها 7.9 میلیارد وارد عواید دولت گردیده است که در دو سال قبل شده. بر اساس محاسبه فوق العاده تقریبا 7 میلیارد افغانی در میان شرکت های مخابراتی و ادارات حکومتی زیرب مفقود گردیده است. همین پولایی که از طریق شرکت های مخابراتی گرفته میشه هیچ معلوم نیست که در کجا میره. واقعا این پول مردم است، این پول تمام افغانستان است و این در جیب چند آدم محدود میره. در همین حال کمیسیون مخابرات ولسی جرگه میگوید با وجود که وزارت های مربوط آوردن شفافیت در سیستم جمع‌آوری مالیات را تعهد سپرده بودند، اما در ایجاد سیستم منظم در بخش جمع‌آوری آن ناکام ماندند و پول مردم تنها به جیب چند شخص محدود میرود. اعضای کمیسیون مواصلات مخابرات ولسی جرگه توقف پروسه جمع‌آوری 10% محصول خدمات مخابراتی و لغو قانون محصول خدمات مخابراتی منتشر جریده رسمی شماره 1206 را تا ایجاد سیستم شفاف بلند با ارائه دلیل زیر پیشنهاد می‌نماید. در همین حال هیئت اداری ولسی جرگه طرح مالیات مخابراتی را بر رای دهی گذاشت که به اکثریت آرا از سوی وکیلان رد شد و پس از این تا زمان مالیات مخابراتی جمع‌آوری نمی شود که در سیستم آن شفافیت ایجاد نشده باشد. لغو سر از چوک موافق بی شین کرد او که مخالف بی سور کرد. یو دوه دره سلور پینزش پا بواته
رئیس نه اتسر کارتونه دی نور ټول شنه کارتونه دی با اکثریت محصول لغو شو. انتقادها بر جمع‌آوری مالیات مخابراتی پس از آن افزایش یافت که حکومت ایجاد سیستم را برای جمع‌آوری این مالیات تعهد کرده بود، اما با وجود گذشت مدت طولانی حکومت نتونست این سیستم را ایجاد کند. پنجشنبه شماری از مهاجرین افغان به دلیل وضعیت بد در کشور دوباره به پاکستان برگشتند. در دو سال گذشته ده ها هزار مهاجر افغان به دلیل برخورد نادرست حکومت پاکستان از این کشور به افغانستان برگشتند و بیشتر آنان در ولایات مختلف کشور جابجا شدند. اما ادامه جنگ در کشور، بیکاری، نبود سرپناه و مشکلات در بخش های دیگر این مهاجرین را با چالش های زیاد مواجه کرده است. اکنون شماری از این عودت کنندگان دوباره به پاکستان رو آوردند و می خواهند که بار دیگر زندگی مهاجرت را در این کشور آغاز کنند. مهاجرینی که دوباره به پاکستان برگشتند میگویند که به دلیل ادامه جنگ و بیکاری در کشور و نبود سرپناه آنان مجبور شدند تا دوباره به پاکستان برگردند. عودت کنندگان میگویند که ادامه درگیری ها، فقر، خشونت، بیکاری و نبود سرپناه آنان را مجبور نموده است تا دوباره به مهاجرت رو آورند. این افراد که پاسپورت اخذ کردند و نیت رفتن به پاکستان را دارند میگویند که حکومت پاکستان سهولت های زیاد را برای آنان ایجاد کرده است و به مهاجرین افغان کارت های جدید توزیع می کند. او زیبیر تا کردی اولی دوتا دو بیکاره دو وجه بیکار کار نشتا دی او بس بیرتا زی مجبور دی چی بیرتا لات شی اول تا کارو کار بس کداغ وجه بانی بیرتا اولی سامنیت نستا دا غریبی دا بدروگی مدروگی خواری دلتا نستا پا ملکی او سپیسی خرید نراقل و غبیر دا خری جان اویشی دلتا بی روزگار و بی مزدوری دی چاعت مزدوری نمیلوی گیم و مجبوری نبیر تا جیان ترنات دا روزگار او کڑی آغا خلق کڑی واپس کویشی خرسی بیستاری خرسی پی خور دا روان دیدی دا وجی دلتا بی روزگاری دا حکومت ولدیسی سبندو بس نده کڑی کورونی نشتا کویشی خلق پس می موکی پرادی دیدی دا وجی پی خور دا روان دی دیدی دا وجی دا بلیلیت کوی نشتا کویشی دیدی دا وجی زیسی. اعضای شورای ولایتی ننگرهار میپذیرد که برای عودت کنندگان از پاکستان سهولت ها ایجاد نشده است، اما برگشت دوباره آنان به پاکستان را نگران کننده میخوانند. آنان میگویند نزدیک به 40% مهاجرین افغان که در شهرک چمتله ننگرهار جابجا شده بودند دوباره به پاکستان برگشتند. ما په نظر باندې دا یو غټه اندېښنه د نظام د پاره ده که چېرته یو ځل بیا خلک بیا مهاجر شي. داسې موږ هم اورېدلی دي چې هلته یو ځل بیا د کارډونو د ویش لړۍ شروع شوې ده. که چېرته دغه د کارډونو د ویش لړۍ یو ځل بیا د خلکو ته ورکول شي، نو زما په نظر باندې پاکستان داسې نه چې د پخوا په څیر باندې دوباره یو چلن موږ سره دا خلک بیا موږ په جنګریز په میدانو کې بیا یو ځل استعمال نه کړي. نو د نظام نه غوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې جدي پاملرنه وکړي، هغه خلک چې را کډوال شوي دي هغوی تعقیب کړي، هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. از سوی دیگر رئیس مهاجرین و عودت کنندگان ننگرهار میگوید که اکنون پاکستان سهولت های را برای مهاجرین افغان فراهم ساخته است. و با وجود این که در رابطه به برگشت دوباره مهاجرین به پاکستان چیزی نمیگوید، اما میافزاید مهاجرینی که کارت های جدید میگیرند هنگام برگشت به کشور با آنان پول دادن نخواهد شد. نو چې کله د پاکستان حکومت په دې باندې پوه شو چې افغانستان ټول هغه کډوال چې هلته دغه د دوی را جذب کړو، هغوی خپل هلته ورته سهولتونه یعنې هغه د مهاجرت کارټ یې نه ورکول، مخکې به یې ورپسې کوتکونه را اخیستل، وهل به یې ډبول به یې چې تاسو خپل وطن ته لاړ شئ. اوس چې دوی په دې باندې پوه شو چې د کډوال راستنه دا ډېره زیاته شوې ده، هغوی ورته په خپل ملک کې سهولتونه زیات کړي دي. سهولت دا چې د پولیس د خوانه نه پتنګیږي، اوس مثلا د مهاجرت د راستنېدنو کارټ چې نه درلود هغه پروسه اوس ورته شروع شوې، کارټونه ورکوي ورته. مسئولان میگویند که اکنون نیز روزانه ده ها خانواده از طریق راه تورخم به کشور برمیگردند، اما در مقابل برخی از خانواده ها دوباره به سوی پاکستان میروند. اما برخی از منابع میگویند که این افراد برای به دست آوردن کارت های جدید به پاکستان برمیگردند تا اینکه پس از اخذ کارت های جدید دوباره به کشور برگردند و در بدل کارت پول به دست بیاورند.